الحمد لله رب العالمين، وخير العاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وسيدنا محمدًا وعلى آله وصحبه ولمن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. صدق الله المولانا العظيم. پروردگار عظیم در آیات گذشته از چگونگی نعمت‌های خود بر امم را ذکر کرد و بزرگترین نعمت همانا نعمت ارسال رسالت است که خداوند متعال برای هدایت بشریت پیغمبران را یکی پی دیگر ارسال می دارد. و طوری که قبلا هم بار بار تذکر یافته که پروردگار عظیم چون ما را دوست دارد، به عمل لحاظ است که راه های هدایت را به اشکال مختلف برای ما عنایت می کند. ناو که به دنیا می آییم می بینیم که هدایت فطرت نصیب ما می شه و هر طفل بدون از اینکه چشم خود را باز بکند یا دست چیزی را بگیرد یا به زبان چیزی را بگوید در جای تعلیم نگرفته است، ولی ایرا رب العالمین برش در فطرتش عجین کرده است که چیگونه شیر مادرش را بچشد. و همون لحظه میبینیم که به دنیا آمد، همون لحظه میتونه چی شیر را بچشد. و باز میبینیم که کمک بزرگ میشود، باز هدایت حواس پیش میشود، به این معنا که دست خود را میبیند که چیز را باید سرش بگیرد، به چشمش به طرف کسی سعی میکنه، آواز برش بتی برت نگاه میکنه. از این مرحله هم که بگذره باز هدایت شعور و عقل میآید. میبینیم که او طفل صحبت کرده نمیتونه، راه رفته نمیتونه، ولی اگر جای بلند بوده باشه نمیخواد که بر سر خود را پایین بکند. به شکل بسیار جالبی میخواد پای خود را دراز بکند و به شکل آرام خود را قرار بدهد. پس عقل مراحل مختلف خود را میبیند و طی میکند. خب این عقل در روشنی چشم، در روشنی گوش، در روشنی قلب و فکر در حقیقت به تشخیص قضایا میپردازد. ولی بسیار چیزا در این کائنات وجود دارد که عقل نمیتواند در او مداخله کند. عقل نمیتواند که هیئت از او را بشناسد یا راه بیرون رفت را از او درک بکند. رب العالمین باز بالای ما شما رحم کرد، هدایت شرع یا هدایت وحی را نصیب ما گردانید. بناهن این هدایت وحی و شرع همو هدایت است که در رسا بودن از او اشتباه نیست، در رسا بودن از او اختلاف نیست و انسان قطعا به طرف خیر میرسد. پس اممی که از این هدایت شرع سرباز میزند و آورندهش را تکذیب میکند، در مقاطع مختلف این مردم نابود شدند و از بین رفتند. رب العالمین در رابطه به او امر می فرماید که و ما ارسلنا فی قریه من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء. و نفرستادیم در هیچ قریه و دیه من نبی هیچ پیامبری را که این پیامبر آمده باشد ولی مردم در حقش کردند، فکذبوه، ای پیغمبر را تکذیب کردند، نسبت دروغ به داعیش دادند. در نتیجه نسبت دروغ چی کردیم؟ الا اخذنا اهلها، مگر گرفتیم اهل آن ده و قریه را، آن شهر را، بالبأساء بسختی و الضراء برنج. پیغمبر آمد برای مردم راه هدایت و خیر را نشان داد. مردم به خاطر منافع زودگذر شخصی خودشان تکذیب کردن پیغمبر را،
یک بار برش گفتن که خداوند متعال دیگه هیچ کس پیدا نکرد که تو را به ما و پیغمبری فرستاد، چرا ملائکه پایین نشد؟ یکان بار گفتن که نه، ما خو ایمان نمیاریم مگر ای که خداوند متعال عملا ما او را مشاهده بکنیم و او را ببینیم. یکان بار با نمیکردن که پیغمبر خو باید از مردمای پولدار باید بیاید، تو خو پول نداری از این خاطر تو را قبول نمیکنیم. وقتی که با نجویی را شروع کردن، رب العالمین میگه الا اخذنا اهلها، اخذنا اهلها، ما هم گرفتیم اهل از این شهر را بالبأساء، به سختی گرفتیم. سختی در ابعاد گستردهش است. یک سختی ناامنی است، ما این مردم را به ناامنی گرفتیم. بعد از خانش میدون برآمده نمیتونه، جنگ است، خشونت است، دزد است، به این شکل سختی های مختلف سرش آمد. سختی دیگر قحطسالی است، خشکسالی است. الله متعال سرش باران را بند می کند. می بینیم که باران ندارد، کشتهایشان نابود می شود، درختهایشان خشک می شود. آب هم است، درخت هم است، همه چیز است. یک شمال سرش می آره، همه سر درختی هایش را نابود می سازد. بعد می بینیم که کشتکار از بین می رود. این رقم مصیبت ها که بر امم می رسد، این در حقیقت جزافی نیست، ناحساب شده نیست، بلکه از خود عامل دارد و عاملش مخالفت با چیست؟ مخالفت با حکم خداوند متعال. پس هر امتی که مخالفت با حکم الله متعال می کند، رب العالمین او امم را چی می کند؟ به سختی ها خامخا می گیرد. پس بعث در حقیقت همون سختی است که به اساس مخالفت امر الهی برای از این مردم به سراغش می آید. و ضرا و رنج، به تعبیر دیگر تفاوت اردویش مصیبت است. هم خوشسالی، هم ناامنی، هم قحطسالی و هم نبود برکت در مال. و از طرف دیگری میگه به او که اصلاح نشود، مصیبت دیگر را هم برش میاریم. و ضرا، سختی ها را در درون بدن برش میدیم، به این معنا که امراض گوناگون را الله متعال برای از امم در اختیار میشمیده. میبینیم که این امراض ابعاد گسترده دارد. یکان بار مرض را در ظاهر نمیبینی، ولی این فرد منکر و کافر این مریض است که او مرض نفاق است. یکان بار مرض حسد است. یکان بار مرض کینه است. یکان بار مرضی که ما شما امروز به نام دپرشن یاد میکنیم، امیر قم مرض است. پس مریض استی. این دنیا با این وسعتش، این خانه، این زندگی، این امکانات همش به یک زندان تبدیل می شود و هیچ نوع لذت را تو از پیش نمی گیری. یکان بار عملا مرضی که مشاهده می شود در وجودت پیدا می شود که او می بینیم که این میگه تکلیف قلبی دارد، این میگه شکر دارد، این سرطان است، این فلانه است، این فلانه است، یکی پی دیگری امراض در وجود از افراد و جامعه بیشتر و بیشتر شده می رود. و یکان بار جامعه یک بار چنان انحراف میکند، چنان خطا میکند که از فرد فرد زور پرسان بکنی که این می کار بد است، میگه بله بد است، پس چرا انجامش میدی؟ ایره نمیفهمد، ایره نمیداند. به طور مثال امروز ما یک کتله بزرگ بیش از 3.5 میلیون انسان در افغانستان اونا مخدرات استعمال میکند، در سر سرک ها هستند، در زیر پلچک ها هستند، یک زندگی بی نهایت خراب را دارند. از فرد فرش پرسان بکنم این کار خوب است؟ طبیعی است که میگه نه خراب است. خیلی چرا این انجام میدی؟ چرا چون این کاری کردی؟ باز عامل را میبینی که حکم خداوند متعال در این خانه و در این فرد عملی نشده است و متوجه نشده. رب العالمین این افراد را چی میکند؟ به همش امراض گوناگون دوچارش میکند. خب این امراض برای چی است؟ برای بیداری است که ما شما باید از خواب غفلت بلند شویم. لعلهم یضرعون، تا بود که ایشان زاری بکند، ایشان زاری بکنند، مراجعه مجدد بکنند. این تضرع به معنای ترس هم است، تا که بترسند خود را اصلاح بکنند. تضرع به معنای خاضع بودن است، انسان باید خاضع شود، فروتن شود، عاجز شود، مخالفت با امر خداوند متعال انجام ندهد. ارگاه چنین کار کردن تا خامخا از گناه برگردن، به معنای بازگشت از گناه.
از این خاطر خداوند متعال این مصیبت ها را یکی پی دیگری در جوامع انسانی به اساس مخالفت با حکم خداوند متعال نصیبشان می شود. اگر برگشتن به منفعت خودشان است، امی تکلیف هم در مادیات و هم در معنویات، هم در ظاهر هم در باطن، الله متعال از اینها برطرفش می کند و پس راه خوب را می تانند اینا سپری بکنند، در صورتی که برگردن به طرف حق. یگان بار میبینیم که این سختی ها خوب میآید، هم در مالشان هم در جانشان، هم در فرد هم در خانواده، هم در ماده هم در معنا، ولی اصلاح نمیشن، بر نمیگردن. رب العالمین گزینش دیگری را برش پیش میکند که ثم بدلنا مکان السیئه الحسنه حتی عفو و قالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فاخذناهم بغته وهم لا يشعرون. باز دادیم ایشان را، دادیم به ایشان مکان سیئت الحسنت، بجای بدی و عذاب الحسنه نیکویی و غنا را. مصیبت برطرف می شود، خداوند متعال دروازه ها را سرش باز می کند، می بینند که بهترین صحت اینا دارند، بهترین مال اینها دارند، بهترین امکانات اینها دارند، همه چیزی که از دنیاست او را نصیبش می کند. حتی عفو، تا آن که از حد هم تجاوز بکنند. در چی؟ در دشمنی با خداوند متعال و با دینش. حتی عفو، عفو گاهی به معنای کثرت و زیادت می آید و گاهی به معنای ترک و گاهی به معنای محو آثار شی. بنابراین می توانیم که کل ترجمه را در اینجا جای بدیم، یعنی ما به عوض بدی ها نیکی ها را برشان عطا می کنیم. تا چی بکنن؟ حتی عفو، تا آن که ما با آنها امکانات دادیم تا افزایش یابن و آنچه از دست داده بودن او را پس به دست بیارن. سختی بود سرش، مشکل بود سرش، مرض بود برش، ای را الله از پیش چی میکند؟ برطرف میکند. حتی عفو، تا پس برگردن به طرف خیر و تجدید تعهد بکنن. دو، تا آن که از حد تجاوز کردند و به واسطه نعمت ها آثار بدی که قبلا داشتند او را نابود بکنند و او را از بین ببرند، به عنوان انسان های صالح عرض اندام بکنند. اصلا هدف امی بود، ما سختی ها را از پیش دور کردیم، نعمت ها را برش دادیم. چرا؟ تا پس برگردند به طرف خوبی ها. سه، ما با آنها آنچنان نعمت دادیم حتی عفو، تا که مغرور شدند و خدا را فراموش کردند. یعنی اون قبلا تذکر بود، ولی متاسفانه انگار مورد نعمت الهی قرار گرفتن، کاملا احساسشان نابود شد و اصلا تفاوتی این نعمت و در نبود نعمت برشان نداشت. بنابراین مغرور شدند و خدا را فراموش کردند و شکر را ترک کردن. بعد در بدل او سختی هایی که قبلا دیده بودن، اکنون که این نعمت های وافر برش رسید، چی گفت میگوین؟ قد مس آباءنا الضراء والسراء. هر آینه رسیده بود پدران ما را هم سختی رسیده بود و هم راحت برش رسیده بود. بنان یک قاعده عمومی است. گاه انسان پیسه‌دار میشه، گاه انسان چی میشه؟ فقیر میشه. گاه صحت داشته میباشد، گاه مریض میشود. بنابراین در اینجا معصیت ما اثر اصلا ندارد. مسئله از انکار نیست، مسئله از بدی نیست. چیزی را ما به عنوان بدی نمیشناسیم. پس یک روال طبیعی است که یگان بار انسان در یک حالت میباشد، یگان بار در حالت دیگری میباشد. وقتی که این نعمت ها را هم به معنای ایچ گرفتن، الله میگه فاخذناهم بغتتن، پس گرفتیم ایشان را ناگهان. ناگهان باز اینها را گرفتیم، به امی عقیده اینها را گرفتیم و هم لا یشعرون، و ایشان اصلا خبرم نداشتن، در فکری ازیم نبودن که چنین مصیبتی باز می آید که همه دار و ندار ما را از ما می گیرد. پس حالا می بینیم که برای انسانانی که اونها مؤمن نیستند، اونها فاسقند، کافرند، منافقند، ارگاه در درون زندگیشان مشکلات آمد و سختی ها آمد، چی در
وجودش و چی در محیطش. این در حقیقت تازیانه تأدیبی الهی است که برای جامعه انسانی میگه که به طرف حق برگردید، به طرف حق برگردید. اکنون این مصیبت میآید، برای مسلمان باز چی حالتش است؟ در امین محیطی که زندگی میکند طبیعی که از اثرات فقر اینا هم ضربه میبینند، از مرض اینا هم ضربه میبینند. فرق کافر و مسلمان در چی میشود؟ رسول ما صلی الله علیه و سلم در حدیث که صحیحین روایت میکنند میفرماید پیغمبر: عجبا لامر المؤمن ان امره كله خیر. میگه عجیب است کار یک مؤمن، تعجب آور است حالت یک مؤمن و مسلمان. ان امره كله له خیر، زیرا کل زندگیش در هر مرحله ای که باشد، چی در خوبی ها باشد، چی در مصیبت ها باشد، چی در تنگدستی باشد، چی در غنا بوده باشد، میگه این حالت ها به خیر مؤمن است و مسلمان. این مصیبت ها دلیلی برش نیست که ما بگویم که این بدبخت است و این را خداوند متعال دوست ندارد. چرا؟ ولیس ذلک لاحد الا للمؤمن. میگه این خوبی که در هم در خیر و هم در شر برایش خیر است، خیرش هم خیر است و مصیبتش هم خیر است. این صرف برای مؤمن است. ان اصابت السراء شکر، اگر نعمت برش رسید، خیر برش رسید، دنیا برش داده شد، خوبی ها را خداوند متعال برش قرار داد، میگه در مقابلش چی میکند؟ شکر میکشد. مسلمان شکر میکشد. از این خاطر است که ارگاه نعمت ها زیاد میشود، میگه که و ما بکم من نعمه فمن الله، هر نعمتی که تو داری این جزافی برات نرسیده، بلکه از طرف الله متعال مستحق شدی، الله برات داده. در مقابل مغرور نباش، در مقابل تکبر نکو، بلکه بگو که خدایا تشکر از اینکه ما را مورد چنین عنایتت قرار داری. لئن شکرتم لازیدنکم، باز نعمت برتان افزوده می شود، افزوده می شود و به قبول نعمت خداوند متعال شما را دیگه هم نعمت میدهد که یکی استعمال از اون نعمت در خیر است، امیر نصیبت میکند. و این اصابت و سرا، اگر برش مشکل بیفتد، سختی برش برسد، صبر، باز مسلمان چی میکند؟ شکیبایی میکند، میگه اینا لله و اینا الیه راجعون، لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، لنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. بار بار این کلمات را چی میکند؟ این را به زبان خود میارد. وقتی که آوردش خداوند متعال چی میگه؟ فکان خیرا له، صبرم برش چی است؟ برش خیر است. آلی ببینی که صبر عجیب است. إنما يوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، هر چیز حساب دارد، حساب دارد. یعنی اگر ما یک عمل صالح را انجام میدیم، اقلا یک برده ثواب میگیریم و یضاعف لمن یشاء، افسد چند و از افسدم بلند میرود. ولی از صبر چنان ثواب دارد که او تهدید نیست، تهدید نیست، بی نهایت الله پاداش میدهد. فارگا مسلمان در برابر مصیبت ها صبر بکند، فکان خیرا له، ای صبر کردن برش بهتر تر است. چرا برش بهتر تر است؟ زیرا انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، بی حساب برات داده می شود. صبر چی شد؟ صبر حبس نفس است از مخالفت حکم خداوند متعال، حبس نفس است از اینکه شکایت بکنی، حبس نفس از اینکه مخالفت بکنی. عزان الله بگوی خدا تنها ما را دیده، امی رقم یک کلمه نگوی، بلکه بگوی خدایا هر فیصله تو او به حق است، هر فیصله تو به حق است، غنایی که به ما دادی هم حق است، ولی کنون که فقر دادی در امی هم خیر است، بنان من نمیدانم، اگر فرزند دادی ایم خیر است، اکنون که از پیشم گرفتی ایم خیر است، چشم که داده بودی او هم خیر است، اکنون که گرفتی دری هم خیر است. وقتی که خود را تفیض میکنی به الله متعال، رب العالمین هم برای تو پاداش میداد بلا حساب، بلا حساب. پس ثم بدلنا مکان سیئت الحسنه، ما باز دادیم به ایشان به جای بدی یعنی عذاب، الحسنت نیکی را، خوبی ها را، حتی عفو، مگر ای که برای زی بود که این مردم برگردن به طرف حق.
ولی بر نگشتند، حتی عفو تا ای که مغرور شدند، تا ای که متکبر شدند، به وجه که به حق بگرند اختلاف را شروع کردند. و قال گفتند قد مس آباءنا الضراء والسراء، هر آن رسیده بود پدران ما را سختی و سراء و راحت، و این چیزا قبلا هم بود، یک شی طبیعی است. فاخذناهم بغتتا، پس گرفتیم ایشان را ناگهان. ناگهان گرفتیم، یعنی ما اتو مصیبت را سرش آوردیم، اتو عذاب سرش آوردیم که قبلا تصورش هم نمی کردن، اما تینا را گرفتیم. و هم لا یشعرون، و ایشان خبر هم نداشتن. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. الله می فرمه که و اگر اهل شهرها و قریه ها آمنوا، ایمان می آوردند، تصدیق رسالت می کردند، به حق می گرویدند، دین را می پذیرفتند، و تقوا و تقوا پیشه می کردند از مخالفت حکم خداوند متعال، و تقوا و خود را از مخالفت دین دور نگه می داشتند، بلکه تسلیم می شدند. لفتحنا علیهم برکات من السما، هر آن خلاص می کردیم به ایشان برکت ها از جانب آسمان ها و الارض و زمین. دو نقطه در اینجا داده می تانیم. ولو ان اهل القرى آمنوا، اگر اهل شهرها و قریه ها، اهل آبادی ها آمنوا، ایمان می آوردن به ای که دین راست است، و به ای چی می شدن؟ تسلیم می شدن، گردن می گذاشتن، و تقوا و از مخالفت دستور الهی دست بردار می شدن، مخالفت نمی کردن. یعنی دو نقطه دار شد، یک تعداد ما هستیم که میگیم ایمان آوردیم، مسلمان هستیم، ولی در زندگی خود مخالفت حکم خدا را میکنیم، مخالفت حکم خدا را میکنیم. مستور مثال شما فکر بکنین، این بانک های سودی که امروز ما و شما داریم، این تعامل کی میکند؟ پول کی اوجا برش میده؟ کلش کسایی است که میگه لا اله الا الله محمد رسول الله. رشوت را کی میخورد؟ دزدی را کی میکند؟ قتل را کی میکند؟ یعنی کلش خود را مسلمان میگوید، کلش خود را مسلمان میگوید. پس میگه اگر کسی ایمان آورد و باز از مخالفت دستور الهی هم چی کرد؟ خود را نگاه کرد، یعنی تابع حکم خداوند متعال شد. لفتحنا علیهم برکات من السماء، هر آن ما هم چی میکردیم؟ خلاص میکردیم بر ایشان دروازه های نعمت های را از آسمان و زمین برشان نعمت میدادیم. حالا یک پیام ما گرفتیم که اگر ما هرگاه خلاف حکم خدا را انجام دادیم، این خلاف حکم خدا سبب می شود برای تعذیب ما، سبب می شود برای ضعف ما، سبب می شود که ما با مشکل روبرو شویم. پس ورنه اصل در دنیا برای ما عذاب نیست، یعنی دنیا برای از این نیست که ما در اینجا با مشکل روبرو شویم، مشکل را خود ما می خریم، خود ما می خریم. حالا برای از این که این موضوع را خوب بفهمیم، برگردیم با اولین انسانی که در روی زمین آفریده شده است که حضرت آدم علیه السلام است. وقتی که آفریده شد، آیا با مشکل روبرو بود؟ نه، بلکه خداوند متعال او را مسجودی که قرار داد، همه ملائکه را برش گفت که اسجدوا لآدم. انگامی که ملائکه برشان سجده کرد، پس جایگاه معنویش را بلند برد، بعد برش گفت که داخل جنت شد، داخل جنت شد. حالا اگر این جنت را به نزد جمهور علما جنت الخلد بدانیم، هم جالب است. خداوند متعال این را آنقدر تکریم داد، میگه برو عملا ببین جنت را که جایت اما تو یک جای مقبول و زیبا است. و اگر اقوال بعض علمای دیگر را تعبیر بکنیم که انگاه خداوند متعال این را مسجود ملائکه قرار داد برای تکریمش، زندگی ابتداییش را به اسلام متمدنانه شروع کرد، همه خوبی ها را برش داد، پس در عدن یا در یمن در این ساها خداوند متعال امی زندگی مرفه را اموجا نصیبش کرد، به سختی روبرویش نکرد، ولو که باید خودش برای خودش می ساخت، گفت که این باغت، این درختای مقبولت، این هم زندگیت، این هم لباست، و این کلش از تو بوده باشد.
حال دیگه از زندگی پر نعمت را از امیجا بساز و ادامهش بده که از پیشت خراب نشود. انگامی که اشتباه میکنه لغزش میکنه، بعد میبینیم که این نعمت ها از پیش یک سره گرفته میشود. پس بعد از توبه برش میگه آل خودت شروع کن، آل خودت بساز، زیرا علم ساختن امرایت است، انکشافش خودت ببر. پس ایجا بر ما امت میگه الله، میگه اگر جامعه بشری ایمان بیارن و از مخالفت حکم خداوند متعال خود را نگه بدارن، ما دروازه های نعمت را در دار دنیا برش میتیم، یعنی به تعبیر دیگر جنت را در امی زمین برش میتیم، در امی زمین برش بهترین زندگی میتیم. پس هیچ باز مزیز نمیشون، فقیر نمیشون، کشته نمیشون، بدبخت نمیشون. در اینجا همه چیز را الله متعال نصیبش میکند. برکات من السما، برکات جمع برکت در اصل به معنای ثبات و استقرار است و هر نعمتی که پایدار بباند این کلمه سرش اطلاق می شود. پس ما نعمت های دوامدار را برایش می دادیم، یعنی الله چیز ضرورت نداره که مخلوقش سختی داشته باشد، مشکل داشته باشد، فقر داشته باشد، مرض داشته باشد. نه، الله می خواهد که جامعه انسانی آرام باشد. پس در اصلش هر مصیبتی که در هر زوایای زندگی ما برای ما می رسد، منشأش مخالفت حکم خداوند متعال است. ولیکن کذبو، ولیکن جامعه چی کرد؟ جامعه انسانی چی کرد؟ ولیکن کذبو، ولیکن تکذیب کردن، این پیامبران را مخالفت کردن، نامه را سرش ماندن. یکیش میگه که این خود دیوان است، دیگهش قومش میگه این ساحر است، دیگهش گفت که صفیه است. پس سر پیامبران الهی که برترین مخلوقان بارونها این رقم معامله را شروع کردن، ولیکن کذبو، ولیکن تکذیب کردن. فاخذناهم، پس گرفتیم ایشان را، بما کانوا یکسبون، با وبال آنچی که میکردن، با وبال امی اعمالشان ما هم اینا را گرفتیم. دوستای عزیز ایت فکر بکنین، شما که با یک کسی بسیار زیاد خوبی کرده باشین، یک دو سه چهار پنج بار مشکلش برش حل کرده باشی، کمکش امرایش کرده باشی، راهنمایی برش کرده باشی، خیر برش رسانده باشی، بعد یک نامه را برش بفرستی که انتو یک عمل را انجام بدی، گو هم به خیرت است، و اون نامه تو را توهین کنه، تحقیر کنه، بیرون بندازه، به اصلاح چیر چیرش کنه، پارا پارش کنه، شما به اون نفر چی معامله میکنه؟ پس در دلت نمیره که خب بسیار قابل جزاست. پس رب ما بر خاطر ما تو آسمان ها و زمین را آفریده است، به خاطر ما و تو این کائنات را آفریده است، به خاطر ما و تو گنجشکه ها را آفریده است، مواشی را آفریده است، گل ها را آفریده است، میوه ها را آفریده است، آب و میوه را بر ما عطا کرده است، بر علاوه از او خط زندگی را هم به شکل بسیار مقبول نصیب ما و شما کرده. حالا یک کسی بیای به نماینده از او بگوید که تو دروغ میگی، کسی که تو را فرستاده او اصلا نیست. الله میگه که فاخذناهم، پس گرفتیم ایشان را، بما کانوا یکسبون، با وبال آنچی که انجام میدادند، در نتیجه اعمال در حقیقت جزا داده شدند. اگر اهل قریه ها ایمان بیاورند و تقوا پیشه کنند، البته بر آنها روزی را و دروازه های رزق را می گشاییم، نعمت های گوناگون را برشان می تیم. یکی چی است؟ از آسمان برش منظم آب را سرش نازل می کنیم، آب به اندازه نازل می شود که به سیل تبدیل نمی شود، به سیل تبدیل نمی شود، ولی برای تو کافی آب می دهد. زمین را تو خصبه می کنه که هرچی را بکاری او را برد برویاند، هر جا که بروی در امن بوده باشه. حالا تهدید به آمدن عذاب میکند برای کی؟ کسانی که مخالفت حکم الله را میکند. افا امین اهل القرى ان یأتیهم بأسنا بیاتا و هم نائمون، آیا اهل آبادی ها و شهرها از این ایمن هستند؟ ان یأتیهم بأسنا، ان که بیاید به ایشان عذاب ما، بیاتن شبانه، و هم نائمون، و ایشان در خواب باشند. تو که متکبر شدی و حکم خدا را قبول نکردی
و علیه حکم خدا مبارزه کردی. کدام نیرو و قدرتی داری که خود را از عذاب الهی مسئول بپنداری؟ این در درون فکر بکن چی داری؟ اگر زلزله شود قدرتی داری که خود را نگاه کنی؟ اگر سیل بیاد ببری تا قدرتی داری خود را نگاه بکنی؟ اگر شمال قوی بیاد برد داره قدرت نگهداری خود را داری؟ هیچ چیز نمیتونی بکنی. اگر یک آواز محیب سرت بیاید میتونی که دلت نگاه بکنی و نترقد؟ پس هیچ کدامش درمان است. از این خاطر الله میگه که افا امین اهل القرى ان یأتیهم بأسنا بیاتا و هم نائمون. آیا اهل شهرها و آبادیها از این امن هستند از آن که بیاید عذاب ما بیاتا شبانه؟ شبانه بیاید که یعنی اگر کدام قدرتم قبلا داشتی او را که خواهد سرت آمد دستت کار نمیته، چشمت کار نمیته، گوشت کار نمیته. یک قدیما که بود آلی هم یکان بار شاید بوده باشه، خورا ما زیاد میدیدیم که میگه فلانم نفر گیس گرفته، گیسش گرفته، میگه هر کسی گیس که بگیره باز خوب میفهمه که گپ چی است، ولی گپ هم زده نمیتونه، دست و پایش هم کار نمیکنه، فقط انتظار از این میکشه که بمیره. چی قم زده نمیتونی؟ عجیب یک حالتی هست. خب اما تو یک چیزی هست، وقتی که سرت آمد اما تو قدرتت را سلب میکنه، نه جای رفته میتونی، نه از خود دفاع کرده میتونی، نه چیز را مشنوی، نه چیز را میبینی. یعنی هر کسی که بمت یک نفر بوده باشه سلش مسلط است، میگه هر روز ساعتها خواب میکنی، این کل قدرت در حقیقت چی میشه؟ متوقف میشود. و هم نائمون، در حالی که چی هستن؟ خواب هستن. در افا امینه این همزه در حقیقت برای توبیخ است، ما را توبیخ میکنه که او انسان بدبخت، میدونی تو قوی نیستی ولو که نعمت داشته باشی، تو قدرت نداری، نه ناصری قدرت دروزه و ضعیفی که تو را متکبر ساخته است و مغرور ساخته است. او امین اهل القرى، آیا اهل آبادی ها و شهرها از این ایمنن؟ ان یأتیهم بأسنا ضحا و هم یلعبون، که بیاید به ایشان عذاب ما چاشتگاه، و هم یلعبون و ایشان در بازی مست می باشند. او طرف خواب بود، باز میگه نه، این نکته هم در نظر بگی، می شود که تو بیخی در ساتیری باشی، در ناز و نعمت باشی، بیدار باشی، خب اگر عذاب ما آمد هیچ قدرتی باز نمیتونه تو را نگاه بکند. پس می بینیم که چقدر مردم بودن، چقدر مردم بودن در سونامی، در حدود 3.5 لک نفر انسان، اینا در گرد بحر قرار داشتن، لباسهای خود را کشیده بودند، در رکاب به اصطلاح بر خود ویتامین دی میدادند، در ناز و نعمت بودند. وقتی که عذاب الهی آمد اینا را گرفت، اما تو گرفت به یک موج نابودش کرد، به یک موج نابودش کرد، یعنی کلا 3 دقیقه را در بر گرفت. در خلال 3 دقیقه بیش از 3 لک انسان نابود شدند. پس قرآن امیر میگه که تو مخلوقی نیستی که یگان بار بی جای خود را قوی فکر میکنی. او امین اهل القرى، آی اهل شهرها ایمنند؟ ان یأتیهم بأسنا که بیاید به ایشان عذاب ما، ایمنند؟ در ظاهر تو کل قدرت ما شما در چی است؟ امروز تکنولوژی معاصر عمق کرده، اگر کسی دیگری راکت بزند میگه راکت های زمین به هوا داریم که او را خونسا میکنند، عمق داریم. اگر تیاره ایت بیاید، تیاره زد، راکت های زد تیاره داریم، او را برد میزنیم، صحیح شد نه؟ حالا اگر درون زلزله میشود چی رقم خود را نگاه میکنی؟ کل سیستمت را به کار ببر، میتونی خود را نگاه بکنی؟ هیچ کاری کرده نمیتونی. ضحن چاشگاه و هم یلعبون، و ایشان بازی میکنند. جواب در اینجا ایسته که نه، هیچ قدرتی نداری و رب العالمین تو را میگیرد. افا امینو مکر الله، آیا ایمن شدن از ناگاه گرفتن ما، از ناگهان گرفتن ما ایمن شدن؟ جواب در خود کلمه است که نه ایمن نشدن. افا امینو مکر الله، آیا از گرفت خداوند متعال ایمن شدن؟ جواب میگه چیه؟ نه، هر قدر قوی بوده باشی باز ضعیفی.
هر قدر پولدار بوده باشی باز ضعیفی، هر قدر لشکر کلان داشته باشی باز هم ضعیفی. مکر در لغت عرب به آنچه که در زبان دری می فهمیم که همانا نقشه های شیاطین است، نیست، بلکه در اصل به معنای هر نوع چاره اندیشی است. هر نوع چاره اندیشی برای بازگردانیدن یک شی از هدفش، اینه میگیم. بناهن منظور از مکر الهی آن است که خداوند مجرمان را با نقشه قاطی و شکست ناپذیر بدون اختیار خودشان در زندگانی مرفعی که بر خود ترتیب دادن و هدف باطل را دنبال کردن، از اونا چی میکنه؟ بازش میدارد، از اون بازش میدارد. در طبیعت انسان خمیز که مرفع میشود، میگه دیگرها را زیر کنترل بگیر. این قدرت را کلش استعمال میکنه، ولی نتیجه چنین نخواهد بود. بناهن همان کیفرهای الهی است که یکی پی دیگری به طرف سراغشان میاد و اینها را امون نقشه های بلنده که کشیدن باز میدارد. فلا یأمن مکر الله، پس در ایمن نمیشان از مکر خداوند متعال، الا القوم الخاسرون، مگر گروه زیانکار. گروه زیانکار یعنی ای که کل سیستم ما مفوض به کی هستن؟ به الله. مسلمان کیست؟ کسی که خود را به حکم الله بسپارد، امی مسلمان است. منافق چیست؟ خود را حاکم می داند، فکر خود را حاکم می داند، پول خود را حاکم می داند، قدرت خود را حاکم می داند، میگه هرچی که ما بخواییم او می شود. ولی مؤمن چیست؟ هر چیزی که دارد او را میگه به الله بسپاریم. اگر الله خواسته باشد در این آب ای قدرت را میگذاره که به خیر ما تصمیم شه گیره. اگر الله نخواه امی آب وسیله کشتن ما میشود. درخ شد مسلمان امیست. پول خوب است، اگر الله بخواه در این خیر به ما میته، اگر الله بخواه در این شرم به ما میته. بنان ام میشه اراده شه تابع اراده الهی میکند. فلا یأمن مکر الله، پس در ایمن نمیشون از مکر الله، از مکر الله ایمن نمیشون. یعنی آنچه که الله بخواهد امو میشود، الا القوم الخاسرون، مگر گروه زیانکار. اولم یهدی لهم، از این خاطر است که فلا یأمن مکر الله الا القوم الكافرون، الا القوم الظالمون، قل خاسرون. پر رسول ما صلی الله علیه و سلم یک دعا را همیشه میکرد و میگه اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینک. امی شیره میگه خدایا امو قلوب بنده ها در دست الله متعال است. یقلبه کیف یشاء، میشه یک نفر صبح خوب باشد دیگر خراب شود، دیگر خراب باشد صبح خوب شود. پس ما تحت نقشه الهی قرار داریم، ما از خود ما چیزی نیستیم. پس هرچی که ما داریم الله به ما عطا کرده است. از الله ثبات را بخواین، استقامت را بخواین، شکر را بخواین، صبر را بخواین، این کار ما شما هست. ارگاه چونین کاری کردیم، باز دعای قرآنی را همیشه در زیر محک خود داشته باشیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه، این را همیشه باید بگیم. پروردگار قلبهای ما را کج مگردان، قلبهای ما را کج مگردان، این را به لطف کرمت برای ما صالح نگه بدار. فلا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون. چطور؟ فلا یأمن، پس ایمن نمی شوند من مکر الله، از مکر خداوند متعال، از نقشی که خداوند متعال بر تنظیم کرده و بر داده است. الا القوم الخاسرون، مگر قوم زیانکار. کو چی میگه؟ میگه نه، نقشه خدا را اوسکو، خودم نقشه میتم، خودم پیام میتم، خودم چی کار هستم، چشم کار نمیتم، این پیسه ما کار نمیتم. در حالی که چونین گفت، قدرت خود را و تسلط الهی را چی میکنه؟ انکار میکنه. وقتی که انکار کرد زیانکار میشود، با خودش که سپرده شد، یک روز فرعون واری سقوط میکند، یک روز هامان واری سقوط میکند. اولم یهدی للذین یرثون الارض، آیا راه ننمود الله متعال للذین یرثون الارض، برای آن کسانی که میراث گرفتن زمین را، من بعد اهلها، بعد از هلاک ساکنان آن، الا نشاء اصبناهم بذنوبهم،
این را که اگر خواهیم عصبناهم بگیریم ایشان را نیز بذنوبهم و گناهان ایشان و نتبع على قلوبهم فهم لا يسمعون و بر دلهایشان مهر بگذاریم پس ایشان نمیفهمند. اکنون خداوند متعال بر ما تعبیر کرد که مکر تدبیری خفیه الهی است، تدبیری خفیه الهی است. هیچ کدام ما نمیفهمیم که چی رقم میشود، صبح چی میشه، ایره ما نمیفهمیم. ولی اگر تسلیم شدیم خیر مادری است، اگر مخالفت کردیم او تدبیق میشود، بخواهیم نخواهیم تدبیق میشود. ما هیچ کدام ما نمیخواهیم که به اصلاح بمیریم، ولی نقشه الهی است. اگر منکر شدی تاوان میکنی، تاوان میکنی. اگر به الله خود را سپردی خیر در امی است. بناهن اگر مصیبت بررسید وقتی گفتی اینا لله و اینا الیه راجعون خوش هستی، و اگر مخالفت هم کردی مصیبت خود برت رسید، مصیبت برت رسید، مرگ برت رسید، تسلیم میشی نمیشی در هیچ فایده براتون نیست. پس قوم زیانکار چرا زیان میکنه؟ به خاطر که او را خود نمیتونه مکر خدا، نقشه خدا و تقدیر خداوند متعال را بردارد، او تطبیق میشود. نقصش در این که منکرش که شد کافر میشود، نقصش در این است. دوم نکته ای که کسایی که نابود می شوند از امم، این جزافی نیست، یعنی عذاب الهی بدون دلیل نیست. شأن و مکنت و جایگاه را که خدا بر یک قوم و یک شهر می ده این هم بی دلیل نیست، این هم بی دلیل نیست. پس ارگاه شما ببینید که در یک شهر که دیروز نابود شده و امروز افراد دیگری در اوجه سکونت میکنه در ناز و نعمت، او دیروز که نابود شد جزافی نابود نشده، مخالفت حکم خدا را کردن، سبب چی شد؟ کبر کردن، غرور کردن، بیدینی کردن، فاخذناهم بغتتن، ما هم ناگهان اونا را گرفتیم. این گروپ دیگری که آمده که در ناز و نعمت زندگی میکنند، اینا باید ببینن که عین قاعده سرش تطبیق میشود. اگر اینا مخالفت بکنن الله اینها را هم مانند امتهای گذشته نابودش میکنه. بنان ارشاد میفرمه که اولم یهدی للذین یارثون الارض، آیا راه ننمود خداوند متعال للذین یارثون الارض، برای آن کسانی که میراث گرفتن زمین را، اونا رفتن اینا جای ششتن، من بعد اهلها، بعد از هلاک ساکنان آن، الاو نشا، این را که اگر ما بخواهیم عصبناهم بگیریم ایشان را بذنوبهم، به جزای گناهان ایشان، اینا را هم به جزای گناهانشان میگیریم، اینا را هم نابود میکنیم. و نتبع علی قلوبهم و مهر دهیم به دلهای ایشان فهم لا یسمعون، پس ایشان نمیفهمند، ایشان نمیشنوند. اما تو میشود که عذاب که میآید اولین چیزی که خبر میشد گوشت است، یک آواز میشنوی، میگه آواز پرده تا بلند میکنه، بند میکنم، نمیتونی بشنوی که حداقل از جایت بخیزی، چشمت برات نابینا میکنم که تو مصیبت ها را ببینی. پس قاعده ای شد که هر جایی که مصیبت می آید در اوجا مخالفت حکم خدا هست، هر جایی که نعمت است دو حالت داره. اگر دیدی که او مردم در ناز و نعمت ولی کافرند، ای را بدان که خداوند متعال ناگهان یک روز اونا را می گیرد. و اگر دیدی که اهلش مسلمان صالحند، ای را بدان که نتیجه دینداریشان است، نتیجه دینداریشان است. تلک القرى نقص عليك من انبائها، اینها آبادی ها و شهرهایی است، نقص عليك که خواندیم بر تو، من انبائها بعضی از خبرها و داستانهایش. آله قبلا داستانها گذشت، قرآن کریم میگه تلک القرى، یعنی آبادی هایی بود که تو دیدی. از کجا شروع کو؟ از حضرت نوح علیه السلام شروع کرده، برو همه تو پایین 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 که مردم تا کجا رسیدن. نقص علیک، خواندم بر تو، من انبائها، بعضی از داستانهای محدودش را، بعضی از داستانهای کم کمش بر تو قصه کرده. ولقد جاءتهم رسولهم، و مسلمن که آمدن به آنها رسولهم، پیامبرانشان، با اون مردم گذشته که نابود شده با او هم پیامبرانشان برش آمدن. چی رقم آمدن؟ بالبینات، با معجزات. پیامبران آمدن با معجزات. تفاوت در چی است؟ تفاوت در ایسته که یگان بار ما در جامعه
فاقد انسانای خیر نمی باشه. طبیعتاً یک کار زشته که کسی انجام میدهد، افرادی در جامعه هستند که اعتراض میکنند، میگه این کار بد است، این کار نکن. ولی چون اون نفر در حقیقت که ما بیکارواری معلوم میشود، گپش هم گوش نمیکنیم و اهمیت هم نمیدیم. پیغمبرا که میآید، صحبتی که میکند، پیامی که او مسئولانه است، او در حقیقت پیامی نیست که در اختیار تو بوده باشه رد از او و بگوی که قبولش نمیکنم. او در قبالش یا خیر برات میرسه که قبول کنی و یا قطعا شر برات میرسد. بناهن میگه این داستانهایی که بر تو خوانده شد از اقوام گذشته که نابود شدن، میگه به هر کدامشان لقد جاءتهم رسولهم بالبینات، پیغمبران را با دلائل واضح و روشن توأم با معجزات برشان فرستاده. هیچ پیغمبری نیست مگر که رب العالمین برای ازی که در قلبشان تأثیر بگذارن پیام از او، ما برایش معجزات معرفتی دادیم، معجزه برش دادیم. این معجزه در حقیقت چی است؟ قضیه ای که ما را به این تسلیم بکند که خیر با پیغمبر است، خیر با پیغمبر است، فایده با بودن پیغمبر است. از این خاطر معجزه زمینه سازی میکنه برای عمیق قضیه. هرگاه طبیعت انسانی هم طور است، در جایی که خیر را ببینی، فایده تو ببینی، با او طرف انسان چی میکنه؟ با او طرف طبیعتا انسان میلان میکنه. در جایی که شر ببینی، طبیعتا از او چی میکنی؟ فرار میکنی. پس اصل گپ در اینجاست که چرا پیغمبران خدا علیهم السلام برش معجزه داده میشود؟ تا منافع خود را بشناسیم و در پهلوی پیغمبرای خدا قرار بگیریم. از این خاطر هستن اون منافع به اشکال مختلف به ما پیش میره. یگان بار میبینیم که توسط معجزات پیامبران الهی از عذاب نجات پیدا میکنیم، مثل که از فرعون خلاص شدن قوم بنی اسرائیل. خداوند متعال بحر را برش کرد، برش شق کرد. تشنه بودن، الله متعال آب برش داد. گرسنه بودن، من و سلوا برش داد. زیر عذاب فرعون بودن، نجاتش داد. پس آلی این معجزات را با هم یک جا بکنین، این دلیل بری می شود که او انسان خیر دریسته که با پیامبران الهی باشی. به این شک هر پیغمبر را شما مطالعه بکنین زندگی نامیش، معجزاتش در حقیقت وسیله معرفتی است که مردم خیر را بشناسند و در پهلویشان استاده شود و این خیر را ما فوق قدرت بداند. این خیر را ما فوق القدرت بداند. از این خاطر معجزه عمل است که به دست نبی و مدعی نبوت ظاهر می شود که انسانهای عادی چون این کار را کرده نمی تانند. انسانهایی که امو زمان امو کار را انجام داده نمی تانند. فما کانوا لیؤمنون، پس هرگز نبودن که ایمان بیارن. این مردم با دیدن معجزات هم چی نکردن؟ ایمان نیاوردن، ایمان نیاوردن. بما کذبوا من قبل، با آنچی که تکذیب میکردن پیش از آن. فما کانوا لیؤمنوا، تسلی به رسول علیه السلام داده شد. تلک القرآن نقص علیک من انبائها ولقد جاءتهم رسولهم بالبینات. پیغمبر خدا را میگه تشویش نکو، این مخالفت ها طبیعیست، پیش از تو هم پیغمبر ها آمدن، دلائل عرضه کردن، معجزات را دادن، ولی یک تعدادی چی کردن؟ منکر شدن، یک تعداد گوش نکردن. بنان فما کانو لیؤمنو، پس هرگز نبودن که ایمان بیاورن. ایمان نمی آورن زیرا در روز اخذ میثاق، در اوجا در علم الهی این مردم کافر بودن. بنان در اوجا خداوند متعال سینه‌ش تاریک کرده است. بنان فما کانو لیؤمنو، پس اینها ایمان نمیارن. وراو که خوب دلائل قاطع برش داده شود، بما کذبوا من قبل، به سبب تکذیبی که قبلا انجامش دادن. در روز اول الستو بربکم گفتن، نه تو الستو بربکم نیستی برب ما، همونجا انکار کردن. ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون، سر کسی که وعده الهی تطبیق یافته ایمان نمیاره، ولو که هر چی را برشان بدی. آنچه که پیش تکذیب کرده بودن، تکذیب اولیش به یک جهد تبدیل می شود که حقایق امروز را منکر می شود. با
به طور مثال ما شما میگه، میگه عنادی میشود، ضدی میشود، میگه اول خو ولا قبول نکردیم، آلی دیگه مزه نمیده، اما تو بدبخت میشه. میگه چرا کافر شدی؟ آلی خو حق برات داده شد. میگه گپ از پیشم رفته دیگه، این رقم میشد. فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا من قبل، بس ایمان نمی آورند به آنچه تکذیب میکردن پیش از آن. کذالک، همین طور بانه بر یک نفر جور میشه، به اغوایش، به بدبختیش. کذالک یطبع الله علی قلوب الکافرین، الله مهر میگذارد علی قلوب الکافرین، بر دلهای کی؟ به دلهای کافران. یک بار که مهر را گذاشت، بس حق را نمشنود، نمیبینه، ندارو میاندیشد. و ما وجدنا لأكثرهم من عهد، و یافتیم در اکثر ایشان من عهد، کدام وفا به عهدی، در اکثر ایشان کدام وفای هم ما نیافتیم، تعهد میسپارند مشکنانند. و این وجدنا اکثرهم لفاسقین، و هر آن یافتیم اکثر ایشان را بدکاران. اینجا یک اشاره میکنه که ما خود در بعض معجزات میبینیم که یک تعداد توبه میکنند. میگه الله میگه توبه خود کرد، خود باز مشکنانند. و داستان فرعون رو با شما میخوانیم که هر بار امت میامد که امی دفعه آخری بوده باشه، دیگه من این کار رو نمیکنم. خب تا ما قبول که پروردگارت که امی بقه هایی که در هر خانه ما هست، در دیگ ما هست، در او ما هست، امی برداشته شده، دیگه گپ خلاص است. حضرت موسی باز دعا میکرد، بقه گم میشد، باز اما مخالفت خدا شروع میکرد، باز رب العالمین بر شفش میداد، در جانش روان بود، در کالایش روان بود، در بسترایش بود، هیچ نمیشه کشته شود. باز میامد که یک دعا خو بر ما بکن از این خلاص شویم. باز تعهد میکرد که مخالفت نمیکنه. باز همین رقم مخالفت را در میداد. باز الله دیگه ما عذاب برش میداد، خون را برش پیدا میکرد. خوب صحیح او همین فرعون که میگرفتش به خون تبدیل میشد. خوب نانه طور میکرد که وقتی من داختش به خون تبدیل میشد. باز چیق زدن گفتن که امیر از پیش ما بردار، دیگه ما جور میشیم، توبه میکنیم. الله ایره اشاره میکنه کذلک یطبع الله علی قلوب الکافرین و ما وجدنا لأکثرهم من عهد، و نیافتن در اکثرشان من عهد وفای، وفای را نیافتن که در تعهدشان. و این وجدنا اکثرهم لفاسقین، و هر آن یافتیم اکثرشان را بدکار، اکثرشان بدکار یافتیم. حالا ببینید که فسق در حقیقت خروج است. همه زردالو یک شهر شما پچق بکنه خستش بیرون میشود، یعنی فسق. خرما را پیچه کنه خستش بیرون می شود. یک کسی در سیستم باشد، ارگاه از سیستم براید، اینی را فاسق می گه. قانون را بپذیری در ظاهرش، ولی تطبیقش نمی کنی، فرصت که یافتی از پیش فرار می کنی. اینی نفر ار قانون شکن فاسق است، ار قانون شکن فاسق است. دقیق شدن؟ زیرا فسق چی می کنه؟ زمینه اینا امنی را مساعد می کند. پس ای تو گفته می تانم که هر کسی که عهد خود را مشکنانه فاسق است. و هر کدام ما من حیث یک انسان یک سلسله عهود و مواثیق داریم، با الله داریم، با خود ما داریم، با فامیل ما داریم، با حکومت داریم، در قریه داریم، یک سلسله مواثیق قبول کردیم. هر کدامش را مشکنانیم، در حقیقت زمینه بدی قلب خود را و انحراف قلب خود را، انحراف فکر خود را مساعد ساخته. پس ببینین هر جایی که گناه هست، در حقیقت او چی است؟ در اوجا ما زمینه ناامنی را مساعد کردیم. هر جایی که اوجا عبادت است، دین است، در حقیقت زمینه امن را مساعد کردیم. پس فاسق کسی است که تعهداتش وسیله برشود برای ناامنی خودش و برای ناامنی جامعه. پس در این نقطه ما درک میکنیم که رسول ما صلی الله علیه و سلم و در احادیث مختلف در رابطه با قضای عهد که چگونه باید نگاهش بکنیم برای ما شما مطرح میکند. بنابراین مراد از عهد توسط انبیاء علیه السلام عهد، انصاب میگه که قرآن هم میگه که و اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا، تعهدی که سپردی، قانونی که قبول کردی، با او وفا بکن، با او وفا بکن، زیرا در رابطه با امو تعهدت پرسیده می شوی. و پروردگار عظیم ان والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، صفت مؤمن چی است؟
والذین هم لأماناتهم، کسایی که در موارد اماناتشان و همچنان در عهودشان چی هستند، اونها او را رعایت میکنه، او را نمشکنانه. پس ارگاه عهد را با خدا بستی که شرک نمیارم، ارگاه را آوردی در حقیقت عهد را شکستاندی، فاسق هستی. عهد را با پیغمبر که اتباعت میکنم، ارگاه بدعت کردی در حقیقت عهد را شکستی. عهد را با فامیلیت کردی که فقط حلال میبینم، حلال را مشنوم، حلال را لمس میکنم، شکستاندی، تو فاسق هستی. عهد را در زبان میگه دروغ نمیگم، وقتی که دروغ گفتی شکستان میشه. عهد در معاملاتت میکنی، توقعیت امیسته که یک کسی بر بالای تو چیز خوب را بفروشه، غلط چیز را سرد نفروشه، خراب چیز را فرد نفروشه. پس ارگاه تو این فروش شروع کردی و خراب فروختی، خراب خریدی، در حقیقت شکستان دی. بنابراین میگه انسان ها بار باری کلمه را میگن ولكن اكثرهم لفاسقون، ولی اکثرشان چی هستند؟ بدکار هستند، عهود خود را مشکنند. مسلمان کی است؟ و هم لعهدهم راعون، همیشه به عهود خود پابند می باشند. خداوند متعال ما شما را توفیق عنایت بکنه. ثم بعثنا من بعده موسى بآياتنا الى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبه المفسدين. باز فرستادیم بعد از پیامبرانی که ذکرش نامش یاد شد، حضرت نوح علیه السلام، هود علیه السلام، صالح علیه السلام، لوط علیه السلام، شعیب علیه السلام، اینی داستانا را قبلا تیر کردیم. الله میگه ثم بعثنا، بعد از این پیغمبران، ثم بعثنا من بعدهم، ما فرستادیم کی را؟ موسی علیه السلام را، به آیاتنا، با نشانه های خویش، الی فرعون، بسوی فرعون و ملائه و به قوم و دار دستش، فظلموا بها، پس کافر شدن با آن. با این پیغمبر را خو فرستادیم، تاریخ از او انبیا را در اختیار بنی اسرائیل و اهل مصر قرار دادیم که مخالفت با انبیا سبب چی می شود؟ سبب از بین بردن از او قوم می شود. انکار نبوت سبب چی می شود؟ آمدن عذاب ظاهری و معنوی برای مردم می شود. با این داستانی که ذکر کردیم، با این تاریخی که ذکر کردیم، باز هم بعثنا من بعده موسی، فرستادیم بعد از پیامبران مذکور موسی علیه السلام را، به آیاتنا، با نشانی های خویش موسی را فرستادیم. موسی در حقیقت وجه تسمیهش ای است که ای در بین آب و در بین کعبه اصلاح انداخته شده است. کلمه قبطی است، عبری است. الی فرعون، بسوی فرعون. فرعون در حقیقت یک نام عمومی است که برای سلاطین و پاچایا و کلانای حکومت مصر گفته می شد، مثل که قیصر و برای مردمای روم، پاچای روم اطلاق می شد. و ملائه و به قوم و سردارای او، فظلموا بها، پس کافر شدند، کافر شدند به آن. ظلم در اینجا اصل به معنای استعمال شی در غیر موضوع له است. بلندترین ظلم چی است؟ شرک و کفر است. پایینترین چی است؟ استعمال شی در غیر موضوع له. در بهار و اصلاح لیاف را بپوشی، امیره میگه فانظر، ببین کیف کان عاقبت المفسدین، خوب ببین با چشم عبرت، خوب ببین با چشم تحلیل، با چشم ارزیابی و تحقیق، کیف کان عاقبت المفسدین، آخر انجام مردمای فاسد و تباهکار چی شد؟ آیا پاچایی برش ماند؟ آیا قدرت برش ماند؟ آیا مکنت برش ماند؟ هیچ چیز برش نماند، مت نابود شدن. آلی فقط داستانش مانده، فرعون هم یک کسی بود، جوسیش مانده، اما حرمهایش مانده، ولی خودشان از بین رفتن. داستان از کجا شروع می شود؟ در مصر پاچایی فرعون بود، بنی اسرائیل در اوجا زندگی می کردن. این بنی اسرائیل از دو وجه بدبخت بودند. یکی که به عنوان برده زندگی داشتند، اصلا برش حکومت به عنوان مهاجر، چون ایرا قبول کرده بودند، نه حق زندگی معیشت خوب برش می داد، نه حق تملیک برش می داد، نه حق زندگی اخلاقی برش می داد. پس از هر حیث اینا زده می شدن، از هر حیث زده می شدن. از طرف دیگری خود ای پاچایی هم معتقد به الله نبود،
در بالای بت‌ها را قبول کرده بودند و بت‌ها با بودن بت‌ها خود فرعون را هم به عنوان خدا و معبود او را پرستش می‌کردند. پیغمبران الهی آمدند برای آزادی انسان از نظر فکری و از نظر عملی. اردویش آمدند تا فساد را از بین ببرند و عدل را گسترش ببخشند. آل موسی چی میگه؟ و قال گفت حضرت موسی علیه السلام یا فرعون، یا فرعون. این کلمه را برش خطاب میکنه، در حقیقت امو کلمه اعزاز امو وقت است. کلمه اعزاز امو وقت بود که برش گفت اینی رسول من رب العالمین، هر این من پیغمبرم من رب العالمین، از طرف پروردگار عالمیان. من پیغمبرم، فرستادم، پیغمبرسانم من رب العالمین، از طرف پروردگار جهانیان آمدم پیشت. از یک طرف ادب را برش رعایت کرد، یا فرعون برش گفت ای سردار قوم، ای کلان از این مردم، اینی رسول، من مأمورم، یعنی از جان خود چیزی را جور نکردیم، اینی رسول از طرفی که من رب العالمین، از طرف پروردگار جهانیان، پروردگار عالم. ببینید که هر چیزی که ما سوا الله هست و چی هست در عالم شامل است، ما سوا الله، ذاتی که کل کائنات را آفریده است و حاجت هر محتاج را عطا می کند، تو هم در جمله مخلوق هستی، امی حاجت تو را امو روا می کند، از طرف امو ذات به تو آمده. بناهند چون پیام از طرف الله هست، حقیق على الا اقول على الله الا الحق، سزاوار است به آن که نگویم على الله بر الله متعال الا الحق، مگر سخن روا را، سخن راست را. چون خود را معرفی میکنه از طرف الله، پس وقتی که نسبت خود را به الله میده میگه اینم سزاوار است که از جان خود سخن جور نمیکنم، در سخن الله سخن پتره نمیکنم، اضافه گویی نمیکنم، بی جا نمیگم. حقیق على الا اقول على الله الا الحق، سزاوار است به آن که نگویم على الله به الله متعال الا الحق، مگر سخن راست را، سخنی که مأمور به او هستم، اما که باید بگویم. قد جئتكم مسلما، آورده ام به شما ببینت، دلیل روشن را، حجت روشن را، من ربکم، از طرف پروردگارتان، فارسل معی بنی اسرائیل، دو امی بنی اسرائیل هم امرای ما بفرست. دو نقطه برش میگه، یکی که از طرف الله برت آوار آمده و ما اجازه ازی را ندارم که چیزی زیاد بکنم، در او پیام امی است که با دلائل هم برت آورده، از طرف ربکم، از طرف پروردگارتان. این کلمات تلویحی است که فرعون را به این وادار بکنه و به این متوجهش بکنه و دلیل برش بیاره که تو رب نیستی، تو خدا نیستی، تو مخلوق خدا هستی. بنابراین وقتی که مخلوق خدا هستی، خالق چیزی که بگوید امو را بپذیر، رب چیزی که بگوید او را بپذیر. بنابراین غیر الله را در حقیقت غیر مستقیم برش چی میکنه؟ به این کلمات نفی میکنه. دوم کار امیسته که فارسل معی بنی اسرائیل، پس بفرست با من بنی اسرائیل را. دیگه بنی اسرائیل را مقهور نکن، دیگه دخترایش زنده نگاه میکنی، مردایش میکشی، در خانه مزدوری ساختی، بدبخت ساختی، بی سواد ساختی، دیگه کفایت میکنه. همین مردم که مهاجر آمده بوده این لابده که پس به طرف سرزمین خودشان براد، به جای خودشان براد. این کلمه را که گفت، بنان چون کلمه وقتی که کلمات و پیام مستدل گفته شود و عاقلانه تعبیر شود، هر قدر که جانب مقابل فرعون صفت باشه مجبور است گوش بده، مجبور است گپ را گوش بکند. قال گفت این کنت جئت بی آیت فأت بها، اگر تو واقعا کدام دلیلی را، کدام معجزه را او را به دست داری، فأت بها، پس حاضر کن آن را، او را حاضر کن. این کنت من الصادقین، اگر هستی از جمله راستگویان، از اگر جمله راستگویان هستی، ما هم میبینم که تو برای از این مدعای چی دلیل داری. امیره که گفت، حضرت موسی علیه السلام فالقا عصاه، پس انداخت عصای دست خود را، فاذا هی ثعبان مبین، پس ناگهان آن عصا
ثعبان مبین اژدها شد ظاهر که راه می رفت. امی شد. در آیت دیگری می خواهد که ولا مدبرن فوراً فرعون عقب نشینی کرد و از جایش عقب رفت. یعنی کاملاً کاملاً به شکل ایره دید که مثل که ایره می خورد و ایره می گذد. بعد آرام ساخت، گفت اینه گرفتمش. پس امی عصا امو چوب شد. دوم و نزع یده و بیرون آورد دست خود را فاذا هی بیضاء للناظرین. پس ناگهان امی دستی که گوشتی است و هیچ روشنی نمی دهد. فاذا هی بیضاء للناظرین، ناگهان سفید درخشان شد برای بینندگان، مثل که امی گروپ نیون روشنی می دهد، به امی شکل امی دست روشنی می دهد. و همین شکل یک شغله نورانیت عظیمی دست گوشتی ظاهر شد. وقتی که دوست ای محیط و ای سردمدارا، ای وزرا و ای کلانا این معجزه را آشکار دید، کلشان مبهوت شدند، کلشان متحیر شدند که آلی جواب فرعون برای حضرت موسی چی باشد. امیر بگوید که بله من خدا نیستم و بنی اسرائیل را ببر، امی گپ می شود و تعهد بسپارن. اگر ای را گفت بازی پاچه ای ما چطو می شود، این وزارت های ما چطو می شود، این چوکی های ما چطو می شود، این امیال خسقوت شروع شد دیگه، گپ خراب می شود. باز این مشاورین ناروا و مادی پرست قال الملأ، گفتن وزرا و کلانا اشراف قوم من قوم فرعون، از قوم فرعون با یک دیگر چی گفتن؟ این هذا لساحر علیم، هر آن این شخص ساحر بسیار داناست. یک بار علی انحراف می ته ذهنیت را، فرعون که یالت دید و عقب نشینی هم کرد، آمده بود تا پیام را بپذیرد و از طرف دیگر میگه بنی اسرائیل هم ببر، ولی چون زوال حکومت انسانای خودفروخته و مادیگر ها اوجا بود، یک بار با هم گفتن ان هذا لساحر عليم، هر آن این شخص ساحر دانا است، ساحر دانا است. خب آلی چی میخوای دانا؟ چون ساحر دانا خواست، یرید ان یخرجکم، یرید ان یخرجکم من ارضکم، میخواد که بیرون کند شما را از سرزمینتان. فماذا تأمرون، پس چی میفرمایید، چی چاره جور میکنید؟ یک بار یک موضوع دیگر را انداختن، میگه این معجزه معجزه نیست، آدم ساحری است، سحر خود را کرد. هدفش چی است؟ هدفش که خود را به قدرت برساند. یرید و ان یخرجکم، میخواد که بیرون کند شما را، من ارضکم، از سرزمین شما، از سرزمینتان شما را بیرون بکند. فماذا تأمرون، پس چی میفرمایید، چی چاره میاندیشید، چی کار میکنید؟ پالو آلی دیگه چاپلوسی را شروع میکنند. در اینجا یرید ان یخرجکم من ارضکم، میتونیم که این مقوله قول فرعون بدانیم، یعنی وقتی که ملا گفت ان هذا لساحر علیم، فرعون خو شکست خورده بود، ترسیده بود که والا وزیرا خو تسلیم شدن، وزیرا خو ایمان آوردن یا خو جور شدن، آلی ما تنها میمانم چاره چی کنم. این لحظه را که گفت که اینا گفتن که این ساحر داناست، فرعون پس به اصلاح خونش در رگایش جوش خورد و حرکت افتاد و گفت که او مردم، یرید و ان یخرجکم من ارضکم، فرعون خو میخواد شما را از سرزمینتان بیرون بکند، گپ در اینجا نیست که خدا را به شما معرفی بکند. فماذا تأمرون، شما چی چاره میاندیشین، شما چی دستور برمه میتین، نظر شما در این باره چیست که از این نفر چی کنم؟ امی رقم یک تعبیر سختن. قال و گفتن ملأ قوم ارجه و اخاه ورسل فی المدائن حاشرین، گفتن ارجه تأخیر کن کار او را، یک چند روز حوصله وقت برش بده و اخاه و به برادر او، به موسی و به برادرش یک چند روز وقت بده و ارسل فی مدائن حاشرین، و خودت هم بفرست در شهرها کسایی را که حاضر بکنن ساحرای کلان کلان دیگر را، چون ساحر جواب ساحر کی باید بده؟ ساحر باید بده. بنان یک زمان برش تعیین بکو که تا او وقتو بتانی
ساحرای کلان کلان را تو هم دعوت بکنی. ورسل فی المدائن و بفرست در شهرها فراهم آورندگان را، کسی که جمع بکند ساحرها را. یعتو که بکل ساحر علیم، تا بیارد پیش تو هر ساحر دانا را، هر ساحر دانایی که در سرزمین مصر است او را به اصلاح حاضر بکنه، او را پیش تو بیارد. این کار کرد. فرعون گفت که بهترین کار است. پس برین موسی علیه السلام را گفت برای هارون هستم که شما کار خود را بکنین، ما ساحرها را جمع میکنیم، اونا اهل علم هستند، اونا باز میفهمند که شما ساحر هستین یا پیغمبر است. که این اژدها جور شدن از عصا، این در حقیقت معجزه است و یا شیوه از شیوه های سحر است. بنان اونا باید جواب بگن. بعد در آیت های دیگری وقت را هم تعیین میکنه، امو روزی عید را. یعتوک بکل ساحر علیم. فرعون چی کرد؟ فبعث فی المدائن حاشرین. پس مردم را فرستاد در هر ولایت و ولسوالیش و ای اعلام داد که هر کسی که ساحر کلان بوده باشه و بتونه مقابله موسی را بکنه، ما بر جایگاه عظیم هم میتیم. با او اعلام و پاچایی و جا السحرت و فرعون و آمدن ساحران پیش فرعون. قالو گفتن ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين. گفتن هر آن ما را مزد است، ان كنا نحن الغالبين، اگر ما غالب شویم بر موسی. ولی یک خیلی بازار جالب آمده. فرعونی ها هم فهمیدن که باید جواب بدیم. برای چی؟ برای نجات خود از شر موسی. ساحرها هم فهمیدن که فرعون خیلی خوب محتاج است و بهترین وقت گرفتن پول است. امیجا گپ خدا برش گفتن که ان لنا لاجرا، برای ما مزد هم است، پاداش هم است. ان کننا نحن الغالبین، اگر ما غالب شویم، ما شکست بدیم موسی را. قال گفت فرعون نه، چرا نه، چرا نه، برای شما چرا پول نباشد. و انکم لمن المقربین، بر علاوه که بخشش مادی میگیرین غیر از او، و انکم لمن المقربین، هر آن شما از مقربان درگان ما خان بودید. از مقربان درگاه یعنی از جمله مشاورین، یک پست مشاوریت در اونجا احداث شد. آلی هم مترسنه در دستگاه های فرعونی ارگ یک چیز پیدا شد، یک مشاور زیاد می شود، یک مشاور دیگه هم شما هم برای شما هم داده شد. و انکم لمن المقربین، و هر آن شما هم از مقربانید، از کسایی هستن که همیشه میتونین با ما صحبت بکنین. قالو گفتن یا موسی اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین. گفتن یا موسی، پس امتو شد زمان آمد، هزارها و مردم جمع شدن در روز عید و انتظار زیر میکشیدن که حال حق کی از باطل کی است. خوب یک میله کلام بود. ساحرا گفتن، قالو گفتن یا موسی، ای موسی، اما ان تلقی، یا تو می اندازی، تو کارت را شروع میکنی، عصایت را میپرتی، و اما ان نکون نحن الملقین، یا ما باشیم اندازندگان ریسپانای خود. چی باید بکنیم؟ تو این کار میکنی یا ما این کار بکنیم؟ قال گفت حضرت موسی القو، بی اندازید شما، ابتدا شما کار آغاز بکنید. فلما القو، پس آن هنگام که انداختن ساحرا رسپانای خود را، سحر و اعیون الناس، به جادو بستن چشمهای مردمان را، و استرهبوهم، و ترسانید ایشان را، و جاؤو به سحر عظیم، و آوردن جادوی بزرگ را، فی اعیون الناظرین، در چشم بینندگان. در چشم بینندگان یک کار بسیار عجیبی را برپا کردن. اینا چی کردن؟ سحر در حقیقت چی شد؟ بستن حواس ظاهری مردم از حقیقتی که در ورای پرده است، پیش رویشان است. ابعاد گسترده را دارد و کارهای میکند که تعجب انسان بکنه. و طور مثال یگان بار ببین دست کس را قطع میکنه، میبینی که دست قطع است، اما تو فکر میکنی، در حالی که دست قطع نیست، عمل را چنان با شدت انجام میده که یک دست غیر دست
او را به عنوان دست به تو نشان میدن. اینجا مثلا قطعش میکنه، فورا یک دست ساختگی رو پیشکش میکنه. تو خیال میکنی که ولی دست قطع کرد، در حالی که دست قطع نیست. و این شما میتونین که همین مداری ها که کارا را میکنه با او را از پیش نزدیک ببینین که با چه سرعت انجام میکنه عمل را. و کسایی که باز کمک در فاصله باشه اون رو خوب بیخی تصدیق میکنه که بله دست بریده شد، بینیش بریده شد. امی رقم یک فکر کرده رایستن. فرعونی ها امه تو کارا را کردن. در مابین ریسپان ها مارا را انداخته بودن. قبلا تدابیر را گرفته بودن، زیر زمین را خوب سرخ کرده بودن. وقتی که ریسپان ها را انداختن سر زمین و این مارا سرخ شد، خود به خود ریسپان ها حرکت کردن. و این حرکتشان را تبیج که با حرکت دست و سرعت عملشان چنان کار کردن، یک آوازهای بلند را هم شروع کردن که گوی طرف گوش را مصروف بکنه، او طرف چشم را مصروف بکنه، او طرف یک بیروبار عجیب غریب بوده باشد، او قل را کاملا از درک مفاهیم چی میکنه؟ عاجز میکند. قرآن امیره میگه که فلما القو، انگامی که انداختن ریسپانا را، سحروا اعیون الناس، بجادو بستن چشمای مردم را از حقایق. و استرهبوهم، و ترسانی دادیدشان را. ایتو تردی حالا که خورد شما را کلگی از جای خود خیزن، خیالش آمد که والا آلی ما را قرد میکنن. و جاؤو به سحر عظیم فی اعیون الناظرین، و آوردن جادوی بس بزرگ را حسب دید مردم، به حسب دید مردم اینا کامیاب شدن. در جای دیگر قرآن میفرماید که میگه حضرت موسی هم ترسید که چی کار شد؟ این مردم کلش یک رقم شدن و این حالت عجیبی پیدا شد. ما هم در مو وقت و اوحینا الی موسی و وحی فرستادیم بسوی موسی علیه السلام ان القی عصاک، که اکنون عصایت را پرتو. فاذا هی تلقف ما یفکون، پس ناگهان آن عصا فرود میبرد آنچی که بدروغ اظهار کرده بودند. آنچی که بدروغ این مردم ظاهرش کرده بود او را چی کردن؟ او را از بین میبرد. فاذا هی تلقفو، پس ناگهان تلقفو میبرد، فرود میبرد، ما یفکون، آنچه بدروغ اظهار میکردن. فوقع الحق، پس ظاهر شد حق، و بطل ما کانو یعملون، و باطل شد آنچه که ایشان میکردن. فغلبوا هنالک، پس مغلوب کرده شدن آنجا، و انقلبوا صاغرین، و گشتن خار ذلیل. ملای فرعون با فرعون با ساحره چی شدن؟ انقلب و صاغرین، اما تو شکست خورده برگشتن و هیچ کاری هم از دستش نیامد. تاریجا ببینیم که ما برش وحی کردیم، یعنی انسان طبیعتش امطور است، حق امرایش است، ولی واویلای زمین گاهی تأثیرگذار می شود. حتی سر جان حضرت موسی علیه السلام یک ترسید که خدا ایچی کار خواهد شد؟ ای عصای ما میتونه که ای کلان سحری از اینها را باطل بکند؟ الله میگه که ما برش گفتیم که و اوحینا، ما برش وحی فرستادیم. در اینجا دا و اوحینا این پیام الهی نهفته است. هر کسی که با خدا بود الله او را چی میکنه؟ شکست نمیدهد و به مقتضای وقتش الله پیام برش میدهد. وحی فرستادیم به سوی موسی ان القی عصاک، بنداز عصایت را. فاذا هی تلقف ما یفکون، پس ناگهان آن عصا فرود میبرد آنچی که بدروغ اظهار میکردند. در نتیجه چی شد؟ فوقع الحق، پس ظاهر شد حق، و بطل ما کانوا یعملون، و باطل و نابود شد آنچی که ایشان میکردند از اعمال دروغین و زشت. و غلبوا، پس مغلوب کرده شدند، هنالک آنجا، و انقلبوا، و گشتند صاغرین، خار و ذلیل، خار و ذلیل گشتند. و القی السحرة الساجدین، و افتیدن ساحران سجده کنان. ساحر خو میفهمه، ساحر خو میفهمه که سحر در حقیقت چی است؟ امو تلاش مستمری سرسختانه ای که حقایق از پیشش پوشیده می شود از مردم. ایجا که میبینه که عصا را خو عملا دید که یک چوب است، بعد که او را بسیار آهسته مندازد، تیزی در کار حضرت موسی هم نبود، و ای آثار عملا دید که به گوشت عجیبی تبدیل می شود. این حالت ها را که فرعونی ها دیدن و آستاستا همت کلان شده می رود، بعد فهمیدن که این رقم نیست. و القیت و القیت سحرت و ساجدین، افتیدن امی ساحرها ساجدین سجده کنان. قالو، گفتن آمنا
به رب العالمین، ایمان آوردیم به پروردگار عالمیان، رب موسی، پروردگار موسی و هارون و پروردگار حضرت موسی هارون علیه السلام. حق را که گفته شد سزاوار است که چی شود؟ انسان برش گردن بگذارد. بناهن ساحرها قبلا گفته بودند که قضیه عادی است، بناهن سر فرعون شرط گذاشتند که تو بر ما چی بکن؟ بر ما جای بده، بر ما پول بده، این نقاط را مطرح کرده بودند. ولی وقتی که حق را دیدند گفتند نه نه، این دنیا ای ارزشی را ندارد. چیزی را که ما دیدیم و چیزی را که ما مشاهده کردیم من حیث متخصصین سحر، این سحر نیست، این سحر نیست، بلکه معجزه چی می باشد؟ حق می باشد. در اوجا چشمهای مردم را بسته نمی کند. قال گفت فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم، ایمان آوردید، ایمان آوردید، آمنتم به، ایمان آوردید به موسی علیه السلام قبل ان آذن لكم، پیش از آن که ما دستور برتان بدم، پیش از اینکه ما فیصله بکنم. ان هذا لمکر مکرتموه فی المدینه، هر انا این تدبیر خفیه است، مکرتموه که را اندیشیدید آن را فی المدینه، در شهر، در گوشه شهر شما یکی بودین، اوجا مصلحت کردین لتخرجوا منها اهلها، تا بیرون بکنه از آن ساکنان آن را، فسوف تعلمون، و زود نتیجه کار زشتتان را خواهید دید. آنی همیشه این پیام به ما میده که اگر هر قدر حق گفته شود باز هم فرعون صفت ها میتواند حق را چی بکنه؟ حق را مخدوش بکند در نزد عام مردم، این کار کرده میتواند. آنی خوب حق را دید، قضیه روشن شد، گفت که آمنتم به، ایمان به موسی آوردید قبل ان آذان لکم، پیش از اینکه ما برتون دستور بدم اجازه بتم، خیلی من دیگه چی هستم؟ من فرعون هستم، پاچا هستم، قانون هستم، فلان هستم، این چیزا رو کشید. اصلا این تدبیری است، مکرتموه که اندیشیدید آن را فی المدینه، در شهر، در شهر قبلا شما کل ساحرها با هم یک جا شده بودین، یک پلان جور کرده بودین، یک توطئه را جور کرده بودین، لتخرجوا، تا بیرون کنید منها، از امین شهر، اهلها، ساکنان اصلیش را، ساکنان اصلیش را شما دیر روز آمدین امی رقم آلی اصل مردمش را بیرون میکنید، فسوف تعلمون، پس زود میدانید حکم مرا هم، ایرم زود میدانید چی از حکم؟ لأقطعن ایدیکم، البته ببرم دستان شما را، و ارجلکم، پایایتان را، من خلاف بخلاف یک دیگر، دست راست پای چپتان را قطع میکنم، ثم لأصلبنکم اجمعین، باز بدار کنم شما را اجمعین، همتان را بدار میکنم. این فیصله شد. حق اگر در دل بیفتد بعد از مرکز فرار نمی کند. قالو گفتن ساحرا اینا الى ربنا منقلبون، هر آن ما به سوی پروردگار ما رجوع کنندگانیم، ما به سوی پروردگار ما رجوع کنندگانیم، او ما را آفرید، میمورم بی از او، امروز نه صبح، صبح نه دیگه صبح، یک وقت میمورم. اکنون خوب است که با حق یک جا باشیم. اینا الى ربنا منقلبون و ما تنقم منا، و دشمنی نمی کنی با ما، خار و ذلیل نمی کنیم با ما، ذلت به کار نمی بری، الا ان آمنا بی آیات ربنا، مگر آن که ما ایمان آوردیم به نشانه های پروردگار ما، لما جاءتنا، چون آمد به سوی ما. اصلا ما تنقم منا، تو انتقام نمی گیری از ما، تو دشمنی نمی کنی با ما، الا ان آمنا بی آیات ربنا، مگر به سبب آن که ما ایمان آوردیم بی آیات ربنا، به نشانه های پروردگار ما، لما جاءتنا، چون به سوی ما آمد، به سوی ما عملا آمد و دیدیم. بناهن ما خود ضعیف هستیم، از مرگ کلگی میترسد و انسان همیشه میشه که خطا بکند، دعا میکن ربنا، پروردگار ما، افرغ علینا صبرن، بریز بر بالای ما صبر را، افرغ علینا صبرن، اصلا مثل که یک کوزه او بوده باشه، یک سطل سر چپه بکنی و سراسر وجودت را بگیره، میگه خدای صبر را با امو اندازه زیاد بر ما بریزان که دیگه تشویش در دل ما راه نیفتد، و توفنا مسلمین، و بمیران ما را در حالی که مسلمان باشیم. این دعایشان است، میگه مرگ را قبول میکنیم ولی ردت را نمیپذیریم، انکار را نمیپذیریم. پس
این پیام ما ایره میدهد که همیشه نبرد در بین حق و باطل جریان داشته میباشه و قطع نمیشود. در خلال از این نبرد بخش بیشتری از مردم هاست که تابع حق میشوند، تابع حق میشوند، اگرچه ابتدا در فکرش نباشند. مبارزه زمینه بیداری را مساعد میکنه، مثل که امی مناقشه و مناظره سبب بیداری برای کی شد؟ برای کسایی که قبلا به خاطر دشمنی آمده بودند. پس هیچ مبارز شکست نمیخورد، خامخا در بازار کسی را پیدا میکند. ربنا افرغ علینا صبرا، دو وقتی که کسی که ایمان آورد مورد ابتلا قرار میگیرد، وقتی که مورد ابتلا قرار میگیری از الله نصرت بخواه. پس این رقم نصرت بخواه، ربنا افرغ علینا صبرا، پروردگارا بریز بر ما صبرا صبر را، و توفنا مسلمین، و بمیران ما را مسلمان. و صلی الله مصلی و سلم مبارک علی محمد و علی آله و صحبه و لمن دعا بدعوته الى یوم الدین. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. اللهم ربنا اوصلنا الى جميع مقاصدنا یا رب العالمین.